از جمله خواص پیاز میتوان و مبارزه با سرطان، کمک به بهبود سلامت قلب، کاهش قند خون بالا، تقویت معده و بهبود هضم، حفظ سلامت استخوان، جلوگیری از آلرژی و کاهش التهاب، تقویت سیستم ایمنی، درمان اختلالات گوش، بهبود خواب، بهبود تنفس، بهبود سلامت چشم، بهبود سلامت دهان، تقویت مغز، درمان وبا، درمان تب، تسکین درد قاعدگی اشاره کرد. درمان جگر چرب. مصرف پیاز برای جگر بسیار مفید می باشد، زیرا پیاز حاوی مقادیر غنی از اسید فولیک می باشد و به همین دلیل می تواند به پیشگیری از ابتلا به جگر چرب کمک کند. علاوه بر این، مصرف پیاز می تواند باعث سرعت بخشیدن و روند سمزدایی و پاکسازی جگر شود. یکی دیگر از خاصیت های پیاز برای سلامتی جگر این است که مصرف پیاز به دلیل مقادیر غنی از انواع فلاونوئیدها و کورستین می تواند باعث جلوگیری از تجمع چربی ها در جگر شود که در نتیجه باعث بهبود عملکرد جگر می شود. درمان سرماخوردگی. با تقویت سیستم ایمنی بدن می توانید براحتی علائم سرماخوردگی را از بین ببرید. پیاز حاوی مقادیر غنی از سلنیوم می باشد و به همین دلیل می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شود که در نتیجه به درمان پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزا کمک می کند. جوانسازی پوست. پیاز از مواد غذایی محسوب می شود که خواص بسیار زیادی برای زیبایی و شادابی پوست دارد. پیاز به دلیل وجود مقادیر غنی از ویتامین های E, A, C می تواند از پیری زودرس و ایجاد چین و چروک روی پوست جلوگیری کند. کاهش فشار خون بالا. یکی دیگر از خواص بسیار مهم مصرف پیاز این است که به دلیل وجود مقادیر غنی از کورستین و انواع آنتی اکسیدان های قوی می تواند به کاهش فشار خون بالا کمک کند. برای کاهش فشار خون بالا توصیه می شود که از پیاز خام استفاده شود. افزایش رشد مو. اگر موهای کم پشت و ضعیف دارید، توصیه می شود که از پیاز استفاده کنید. پیاز به دلیل اینکه حاوی ترکیبات گوگردی می باشد، می تواند باعث افزایش تولید کلاژن شود که در نتیجه به افزایش رشد و تقویت موهای سر کمک می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت همه بیننده های تلویزیون خوب شما. دکتر ایمه رستگار هستم، دکتر دندان، و موضوعی که امروز سرش بس میکنیم موضوع سیاه شدن بیره ها میباشه. یعنی بیره ها چطور از حالت نرمال به حالت سیاهی در میایه. یعنی عواملی است که باعث سیاهی دندان بیره ها میشه. این عوامل است. تغییر رنگ که بیره ها را به رنگ سیاه میگیره، یکی تغییر رنگ در اثر میلانین است به وجود میآید و دیگر تغییر رنگ در اثر بعضی ادویه ها، سیگار است و بعضی عوامل های دیگر است که به وجود میآید. در قدم اول میلانین ما سرش بس میکنه. میلانین خودش چی است؟ جینجیوال پیگمنتیشن یا تغییر رنگ بیره ها در اثر رسوب میلانین در بیره ها به وجود میآید. و خود میلانین چی است؟ میلانین که است یک ماده است که در یک ماده است که با پوست، مو و چشم و صورت رنگ میبخشد. زمانی که میلانین با اینها رنگ میبخشد، وقتی که میلانین از حد نرمالش زیاد یا کم شود، میتونه به بیره ها رنگ سیاهی ببخشه. و امی تغییر رنگی که در اثر میلانین با وجود میآید، این قابل تشویش و نگرانی نمی باشد. یعنی اکثرا به صورت دائمی میتونه با وجود بیاید. و زمانی که تغییر رنگی که به صورت موقتی با وجود میآید، بعضی تغییر رنگ ها که هست به صورت موقتی، اینها باید پیش دکتر رفته شود و تداویشان صورت بگیره. به خاطر که تغییر رنگ که به صورت موقتی به وجود میآید، بعضی تغییر رنگ ها میتونه در اثر استفاده سیگار و دخانیات باشه و دیگه میتونه در اثر داروها در انگامی که داروها استفاده میکنن، در اثر گرفتن داروها میتونه تغییر رنگ در بیره ها به وجود بیاید. و دیگه تغییر رنگ میتونه در حالتی که آبسی های دندانی باشه میتونه با وجود بیاید. و دیگه تغییر رنگ میتونه در حالت هایی که شخص باردار است و حفظ الصحه خود را نمیتونه درست مراعات کنه به خاطر کمی حوصله، و در این حالت هم میتونه تغییر رنگ ها با وجود بیاید.
و دیگه تغییرنگ میتونه در اثر پرکاری هایی که توسط عملگم در دندان ها صورت میگیره میتونه با وجود بیایه و این پرکاری ها که زمانی که در دندان برنگ نقره‌ای از پرکاری میشه و دندان ها میتونه به صورت آیسته آیسته میتونه که اول خود دندان را سیاه کنه و بعدا میتونه به بیره ها رنگ سیاهی ببخشه. اینی تغییر رنگ هایی که در اثر این عامل ها میتونه با وجود بیه اینها بس قابل تداوی است و میتونن پیش دکتر بروان و قابل علاج و تداوی و درمان میباشد. و تغییر رنگی که گفتیم در اثر سیگار با وجود میاد زمانی که شخص بیش از حد سیگار میکشه یا دخانیات استفاده میکنه. این تغییر رنگ ها میتونه در بیره هایشان در اثر دود سیگار و نیکوتینی که در او سیگار وجود داره او باعث تغییر رنگ بیش از حد بیره ها و دندان ها میتونه شوه. و دیگه تغییر رنگ میتونه گفتیم در اثر داروها با وجود بیاید و تغییر رنگی که در اثر داروها با وجود میاد دارویی است که برای میلانوسیت که به خاطر جوش ها و آکنه ها استفاده میشه. زمانی که شخص از این داروها استفاده میکنه عوارض جانبی شمی است که سیاهی رو در بیره ها با وجود میاره و به خاطر درمان از این سیاهی ها میتونه که دوای خود را عوض کنه و از سیاه شدن بیره ها جلوگیری شود. و دیگه گفتیم در زمان بارداری هم میتونه که به خاطر که خانم باردار حوصله کمتری داره و نمیتونه درست به حفظ الصحه جوف دهن خود رسیدگی کنه و در این صورت هم میتونه که سیاهی و یا عفونت در بیره هایش به وجود بیاید. و دیگه در اثر آبسه های دندان هم میتونه که زمانی که بیره ها آبسه پیدا کنه التهابیت پیدا کنه باز میتونه رنگ به مرور زمان رنگ خود تغییر بده و باعث تغییر رنگ بیره ها و سیاهی در بیره ها شود. و دیگه گفتیم ضربه خوردن هم اکثرا ضربه خوردن و فشارهایی که در دندان وارد میشه این زمانی که یک شخص از ارتفاع بلندی به زمین میفته و این ضربه خوردن هم میتونه باعث به وجود آمدن بیره ها سیاهی در بیره ها شود و اینها در راه های پیشگیری از سیاهی است که پیش دکتر بروند و دیده شود که آیا سیاهی که در بیره ها با وجود آمده آیا به صورت موقتی با وجود آمده و یا به صورت دائمی. به صورت دائمی گفتیم همون میلانین است که قابل نگرانی نیست و تداوی هم نیاز نداره، یعنی به صورت دائم سیاه می باشه. و سیاهی که در اثر استفاده داروها و حمل و دیگه سرطان ها و بیماری و دیگر چیزها که میتونه با وجود بیاید باز اینها قابل درمان میباشه، یعنی میتونن پیش دکتر بروند و قابل درمان باشن. موجودیت سرطان ها در دهان میتونه باعث با وجود آمدن سیاهی در بیره ها شوه. زمانی که سرطان با وجود بیاید میتونه که هم لب، دهان، بیره ها میتونه به رنگ سیاه دیده شوه. و دیگه جنجیویت نکروزی یک نوع التهابات بیره است که زمانی که جنجیویت نکروزی در بیره ها با وجود میاد باز بیره ها را میتونه به رنگ سرخ و یا به رنگ سیاه دیده شود. بیره ها در این حالت هم میتونه بیره ها التهابیت پیدا کنه و عرض علائمی است بیره ها همیشه خونده و سرخ میباشه. زمانی که بیره ها خونده باشه باز میتونن که پیش دکتر مراجعه کنن به خاطر از بین بردن این عرض علائم و از بین بردن درد میتونن پیش دکتر مراجعه کنن و دیده شون و راه های جلوگیری و تداوی بر آنها پیشنهاد شوه. و دیگه اینجا گفتن که آیا کمبود ویتامین ها باعث این بیماری شده میتونه؟ بله، چرا نمیتونه؟ زمانی که ویتامین سی در بدن کم شوه میتونه که یک مرضی است به نام اسکاروی در بیره ها میتونه با وجود بیاید و این مرض که است باعث تغییر رنگ یا کبودی در بیره ها دیده میشه. یعنی هر چیز مشکلات خود میتونه با وجود بیاره، تغییرات بیش از حد میتونه ویتامین ها کمبودی بیش از حدش هم میتونه باعث تغییرات در بیره ها باشه و کم میشه و اضافه بودنش هم. دیگر راه های تداوی بیماری چی است؟ راه های تداوی این بیماری راه های زیادی وجود داره. مثلا گفتیم زمانی که امی تغییر رنگ ها در بیره ها که با وجود می آید میتونن پیش دکتر بروند و دیده شود که عامل با وجود آمده این بیماری چی است در نزد شخص، دیده شود و بررسی شود و معاینات جوف دهنشان دقیق صورت بگیره. زمانی که عامل برطرف شد باز میتونه که برشان دوا و یا ماوتواش هاست
و بعضی وقایع است که برشان گفته شده باید در نظر بگیرن و از باز داشتن یک بیره مرضی به یک بیره سالم دسترسی پیدا کنن. دیگر راهکارهای پیشگیری از سیاه شدن بیره چی می باشه؟ راهکارهای زیادی داره. مثلا در قدم اول میتونیم بگیم زمانی که یک شخص یک کمک در بیره خود تغییر رنگ دیده میتونه باید پیش دکتر بره. اولا خودش میتونه در خانه خودش وقایه کنه، یعنی میتونه شب و از طرف روز و یا شب یک بار در شب برس کنه دندان های خود و یک بارم در روز و برس کردن از طرف شب به خاطر سلامتی دهان دندان میباشه و برس کردن در جریان روز میتونه به خاطر زیبایی و سلامتی دهان باشه و دیگه شخص خودش میتونه در خانه در جریان روز وقتی که غذاها میخوره از نخ دندان استفاده کنه، وقتی که و دیگه میتونه ماوتواش استفاده کنه. زمانی که در جریان روز یک بار از ماوتواش استفاده کنه میتونه همه عفونت هایی که در دهنش به وجود اومده او را از بین میبره. و دیگر راهکارهایی است که ما باید از نوشابه های گازدار زیاد استفاده نکنیم و از غذاهای سالم در نظر بگیریم، همیشه غذاهایی که به ما سلامت میبخشه استفاده کنیم و در جریان روز باید از آب آشامیدنی زیادتر استفاده کنیم و دیگر ترک سیگار کنیم، ترک دخانیات که اینها همه باعث میشه که ما یک دهان سالم و سالم نداشته باشیم. اینه زمانی که ما وقایع را پیش خود در نظر بگیریم میتونیم که به نکات خوب دسترسی کنیم و یک جوف دهان سالم و عاری از عفونت ها داشته باشیم. و دیگه و زمانی که امی تیرگی بیره ها را زیاد در خود شخص میبینه باید پیش دکتر مراجعه کنه و دکتر بعد از معاینات ببینه که چه مشکل در بیره های به وجود آمده و میتونه پیشگیری کنه. توسط دکتر میتونه برش بگویه که چی در نظر بگیره و چی نگیره و هر عامل که با وجود آمده عاملش میتونه برش برطرف کنه و یک دهان سالم و مقبول داشته باشه.